اصولی به من؟ البته اصول که هستی درست صحبت کن، ولی خب این عینک برای آیندگانه، برای کسیه که فراتر فکر میکنه. شما آدم این اگه آدم بودین که این سرنوشتون نبود، میگن فرزند آدم. 2300 سال دقیقا بقیه جلوتر هم. این مود 2300 سال آینده است. حالا من یه جور ساده تر زدم، تو 2300 سال آینده یه چیزای سنگین تری میاد که اصلا درکش وسط سخته. شما اگه فکر کردین آدمین خندم میگیره. آنو یعنی خوب نشدم، قشنگ نشدم بچه ها، خودش بهم نمیاد، خوشگل نیست. خودم و خودت نکن، اصلا گربه ای کرده چشو، چقدر سیکسیه، هر کی ببینه بابا خیس میکنه. هر دختر و پسری زار پسری که اصلا آبشون میپاچه. نه نه نه، ما بیشتر رو دختر تمرکز میکنم. اوکی، دختری که اصلا دیگه این عینک رو تو چشتون ببینن همون لحظه میاد، میان میگن شماره بده. چه خبر؟ اسم من از کی بودی بای؟ امروز قراره با هم سر بزنیم به داستانهای تخمی تخیلی اینستاگرام که ایده پردازی و اتاق فکرهای بزرگی پشتش هست. اینجور میگم سوی؟ در کل میشه خصها و داستانهای اینستاگرامی ایران. ایرانی ها. ایرانی خاک. بریم شروع. اون امانتی منو میدی؟ باشه، یه لحظه باش، سلام برات میارم. بیا بشین، حالا حمید میادش. راستیتش آقا انسان، یه چند وقتی منتظر یه همچین لحظه‌ای بودم که باهاتون تنها بشم، که این مسئله رو باهاتون در میون بذارم. من از شما خیلی خوشم میاد. نظر شما راجع به من چیه؟ اولا داشت دمت گرم که صداقت داشتی، دو بماندش از خودم متنفر شدن چون به من حس داشتی، سه بماندش حمید داداش همه اومد. باشه هستم شیری یا روبا هم بدم. روبا تخمون بیشتر. میدونستم نمیشه به اعتماد کرد، عشقای دروغی، آدم های فیک. بریم نداش. ببین منو اینا تو این مخ نداشتن فرو کن، عشق حوثه ولی رفیق نفسه. نتیجه اخلاقی این بود قبل از مطرح کردن پیشنهاد بیشرمانه از گی نبودن طرف مقابل اطمینان حاصل نمایید. قیافه رو نگاه کنید بابا، اند مغوله. ای بابا بلد زده قشنگه دیگه، چرا هی توهین میکنی به اینکه؟ تو خب درک نمی کنی اینا رو، خب امن درک نمی کنی. میبار تو چونم سگ گاز نگیره. پدر خوشتیپم حالش چطوره؟ من که خوبم، هرچند که منو اصلا یادت نمیاد، ولی من که قهرمان زندگیمو همیشه یادمه. بالاخره پسرت موفق شد، دوست داشتم مثل قدیم موفقیت همو ببینی و خوشحال شی، تشویقم کنی. یکم دیر شده ولی پسرت واسط ماشین مورد علاقت رو گرفته، حالا که فقط چشات واسم مونده میخوام کل دنیا رو بهت نشون بدم. کافه خرید دفتن که حرفای پدر و پسری مونم بابا. اونم خرید برای دوستش. باشد در قد بلد تهران همه یادت میخره. فلش به دست خوزن منطقی این همه شد کنم میره یه کام میگیره میفته به ولخرجی. کاش میذاشتی حداقل اون کافه ای که خریدی پولش به حساب فروشنده بشینه، بعد بی ام و رو قولنامه میکردی. اگه ویدیو قبلمون دیده باشین یه جا این دعیس رو دیدیم در کنار در کنار دوست دخترش پا شد رفت کافه رو خرید، کافه اونجا رو کلا خرید. یه کلیپ دیگه‌ش هم بود رفت یه خونه خرید برای رفیقش. همینجوری بخواد پیش بره به نظرم چند وقت یه کلیپ درست میکنه تهرانو میخره، تهرانو مثلا میزنه به اسم خودش. کی تهران زلزله میاد؟ چی زلزله بیاد به من؟ چرا باید زلزله بیاد تهران؟ تهرانو بزن اسرائیل، تهرانو بزن مادر جنده. مگه از اسرائیل بدت نمیومد؟ چرا الان میگه اسرائیل ایرانو بزنه؟ بزن خاک کسته این ایرانی مادر جنده رو از روی زمین محفش کن پدر سگو. چرا اینطوری میکنی و من دیوانه شدی یا؟ بزن این ایرانی را. یه سمه دیگه بریم از این کسخون بریم. مرسی عزیزم، خیلی خوشمزه بود. میشه جونت عزیزم. مرسی که همیشه پشتم بودی. من نباشم کی باشه؟ Oh, 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 oh,
سرن واقعا زلزله کی میاد تهران بچه به نظرتون که خاک کاسته میزنی با حق سلام آبجی ببخشید مزاحم شما هم شدیم ایمان جان یه لحظه میای اتاق کارت دارم داداشا ببخشید تو رو خدا یه دقیقه بذارم خانومم چی میگه الان میام چرا بعضی از دوستاتو بر میداری میاری خونه بعضی از دوستات دشمنم دشمن سرن بابا تو چی میفهمی اینا داداشای منه اینا برای من جون میدن بفهم یا بکن تو سرت آدی منو نبر الان برو تو اتاق بچه ها ببخشت شرمنده تو خدا تماسم بچه ببخشت داداش میگم اگه مزاحمی ما بریم نه بابا این چه حرفیه داداش خونه خودتونه داداش خانوما کلن اینجوری هم کجا بریم ما وقتی برنامه چیدیم اینجا شو باشیم بابا اینم سلامتی رفیقی که ناموس رفیقشو ناموس خودش میدونه سلامتی سلامتی کسی که تو دلمونه کیم تو دهنه اینم سلامتی رفیقی که حرمت خونه رفیقشو باز واقعی گرفتم حالا تا پیمان نیومده من پاشو برم که تهران زلزله میاد برو زلزله که میاد تهران شهر چه ایزه زلزله میاد به من به فرمان خودم که فرمان الهیه من که واقعا نفهمیدم اون موفرچه یه فازش چی بود چرا گفت پاشو برو دلش چی بود من حالا دیگه توضیح نمیدم چون زیاده میترسم ویدیو طولانی شه بخوام حرف بزنم از این کسو چی شده داداش فردا چی شده بلنشی برید وزلاتون رو جمع کن مامونا تو خونه ریخته بودن فکر کنم ردتون رو تا اینجا زدن برو دورت بگم برو وزلاتو جمع کن برو موفرفریه تنه جرمی که بهش میکن مرتکب شده باشه اینه که از شیر پارک با دست آب خورده باشه چه جرمی دیگه بهش میکن مادر دوم آدمه درسته مادر نداریم ولی تو قد تمام نداشتهای ما بخواه آبتی از خوشبختیت گذشتی ازدواج نکردی تا ما سر و سامون بگیریم عشم ما که اینجوری آبچی قول میدیم اگه مشکلمون هر شد از این به بعد درست زندگی کنی برید قربونتون برم آرزوم اینه که دومادیتون رو ببینم بادایی بریم بادایی چنی کنی دور دور گیدو سخته بابا ملاقات دیدی چه کسچهری گفت نه من بگو که این تهران زلزله میاد که زلزله میاد چه این میخواد زلزله معذرت میخوام بابا ایمان توی اینجا چی کار میکنی؟ خوشتو بخورم الهی چقدر خوشحال شدم دیدمت منم خیلی خوشحال شدم کلی حرف دارم بهت بزنم راستش دو سال پیش وقتی رابطه‌مون کلاً به هم خورد بعد تو با دو سه نفری آشنا شدم که آخریش دیگه علی بود چند ماه پیش هم دیگه رو پیدا کردیم و قراره به زودی نامزد کنیم ببین عکسامونو چیکار کنم اینجا فکر کنم قراره دوم سوممون بود این زن زده فکر کنم اینجا هم رفته بودیم شما اینجا هم رفته بودیم دهن همه تونو گاهی یادش رفته پسره تو چی کار کردی بعد من با کسی وارد رابطه شدی؟ منم آره با یکی دو نفری وارد رابطه شدم خوب چی شد؟ هیچی بخشتم برم یاد بگیرم آخر یه شب این گریه ها سوی چشام Why hurt me? You punched me! استان کاملا منطقی دو تا اکس خوردن به هم رفتن یه جا نشستن صحبت کردن ولی دختره گفتش که آره من نرم نامزد میکنم بدم این پسره ولی هنوز یادش نرفته بود دختر رو عکس خودش رو دختر رو گوشه بود رو صفحه گوشیش خب تو رو دختره هم نرفت گریه کنم به نظرم اونطور که ازش مشخصه چون همش داشت لبخند میزد این اونجایی که گفت برم آب بیارم منظورش آب خودش بود رفت آبشو بیاره رفت توالت کافه یه دست جغ زد الانم افسردگیه بعد جغ اومده سراغش که زده زیر گریه آقا میتونم شمارتون داشته باشم
هی با تو هم چی تو خودت میبینی انقدر خودتو میگیری؟ میگم شماره تو بده دیگه. ببین بری بهتره. ای بابا واسه چی خوب؟ همه که مثل هم نیستن. به خاطر خودت میگم برو. ببین انگار همجنسای من دلتو بد جور شکستم، ولی من میخوام حالتو خوب کنم. عادت تناسلی داشتی. چقدر جونتو دوست داری؟ خیلی، ولی به خاطر تو ازش میگذرم. مشخصه دیگه. حالت ببینیم و تعریف کنیم. صاحبش پشت سرت. انم گرفت، انم گرفت خدا. وای 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 نگاه کن چقدر بی محتوا، چقدر غیر واقعی. یه حسی به این میگه رابطهش با زیدش یه چیزی تو این مایه هاست. ببینید این اکثر رو نگاه کنید، یه چیزی تو این مایه هاست. عجب داستان کوس و شعری شد. که این تهران زلزله میاد؟ آره تهران کی زلزله میاد واقعا؟ قبلا اون پسرا میرفتن تو پارک موزایم دخترا میشدن و یهو مثلا از اون طرفم دوست پسر دختری یا داداشش می اومد دعوا میشد. الان مثل اینکه برعکس شده، اینو برعکسش کردن. تهرانو بزن مادر جنده. مرسی عزیزم، خیلی خوشمزه بود. آره بی‌نظیر بود. عزیزم یه دستمال به من میدی؟ بشقم. من دیگه حساب کنم بریم. آقا زحمت دیدین حساب ما رو می‌زنی. قابل ستایش. مرسی مام. رمزتون کارتو ببینم. 20-20 حالا چون کارتت موجودی نداره، نیاز نیست اقب بلند بگی. اون یکی کارتم الان میاد. ساله دختر خیلی خوبی، باید چندی پلش نمیش بیارم. آجی کار خودته، برو تو کارش. الو سلام بابا، حالت خوبه؟ خوشی؟ میگم بابا من یه جا گیر کردم، میتونی یه ست من به حسابم پول نداری گوه میخوری دختر مردم رو میبری کافه بلد از زمان. واقعا درشن همچین خانم زیبایی بودن با همچین آدم هایی نیست. خدا شانس بده. کیوری پای بیا داداش این کارتم بود. رمزی هم خودش فشار میاره. موجودی نداره. وقتی موجودی نداری غلط میکنی بیای همچین جا. بگیر عزیزم کارت تو کیف منه که. آقا از این حساب رمزش هم 20-20. اصلا یه دقیقه من یه کار دارم. باشه باشه. ببین یه تار موشو با کل هیکل تغذیه میکن، سر تایت رو جمع کنی چندر باز بیشتر نمیارزه، ولی چشم پاک قیمت نداره. واسه من این صحنه غروره، خوش اومدید به این جشن شکوه. کوسچر 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 کوسچر. حالا این کلیپ با تو دنیای واقعی دختره همونجا میرینه به پسره. حالا مثلا ما بگیم پسرم پول نداشته باشه دختره حساب کنه، از یه طرف یه روزی مثلا این دختره این حرفو میکشه وسط، میگه که اون روز تو کافه من پول تو حساب کردم، یه قرون تو جیبت نیست، اگه دعوا بشه، اگه دعوا بشه. که این تهران زلزله میاد. اما بس دیگه یه کلمه یاد گرفتی میگی. آقا امیر برو داشت، برو حل بهت زنگ میزنیم. آقا تا الان 10 دفعه اینجا فرم پر کردیم، هی میگید زنگ میزنیم. پس کی؟ گفتم که عزیز دلم نیازمون بودی بهت زنگ میزنیم. خراب است؟ خدا نگه خجوز بفرم بردن شارجه بشه. یه لحظه با تماس میدیم. صداش به گیه میخوره. چی شده پسر جون؟ 10 بار اینجا و شرکت های دیگه فرم پر کردم، هر جا رفتم سوال کاری ازم خواستن، خرجی خونه میدم، چند وقت دیگه هم عروسی آبجیم و ندارم جهیزیهشو بدم. اینک بزنم اشکامو میتونم. نبینه اما چه فایده؟ میگن صاحبکار اینجا یا آدم نچسبی. پسر جون خدا بعضی موقع بعضی از چیزها رو بهت نمیده، میخواد امتحانت کنه که صبرتو بسنجه. اونی که قوی و صبوره برد کرده. خدا یه سری چیزها رو سر راش قرار میده که به فکرش هم خطور نمیکنه. من صاحب اینجا، امروز رو برو استراحت کن، فردا سر حال قبراق بیا سر کارت. شیرمه تو خیابونا بودم، بابی پولا بودم، خوبا بودم، بابونا که خودشون کار بیکارونن، تو جوبا بودم. آی گیرم تو کارتی زدن تو. من که واقعا نفهمیدم این اصلا برای چه کاری اومده بود اینجا. دقت کنین دور و برشون رو، یه جای پرت بیابون طوره، مثل اینکه کارشون این بود بچه خوشگل رو جمع کنن تو اون بیابونیه، یه حالت خونه تیمی طور درست کنن، مثلا گیا بیان پول بدن ترتیب این پسرهای بچه خوشگل رو بندازن. اصلا به خود این یارو کچلواری هم میومد که جاکش باشه. سلام آقا
خسته نباشید. زحمت روغن ماشین من رو عوض میکنی؟ بله شما بفرمایید بشینی من انجام میدم براتون. پولش برداش. ای بابا من فهمیدم. ببخشید آقا درست شد؟ ولی اهمیتی نمیده. تموم شد خانم. فقط یه چیزی به نظر من دوت کردن به آدما مساوی زوم در حق خودت. ما آدما کاری به سر هم میبینیم که اگه ناموس آدم لب پرتگاه باشه بی تفاوتم مقابلش رد میشه. اون پولی که شما برداشتی کاسبای محل جمع کرده بودن تا به یه خانواده محتاج کمک کنن تا اسباب بسیارشو نندازن بیرون. اما ظاهرا شما محتاج ترین مال شما. روزگار روزگار حاجی یه تنه مسئولیت کار خیر تو کل ایرانو داره به دوش میکشه. اصلا دهیست تو غلط بکنی اون پول امانتی ملت رو میذاری رو میزت که یکی برداره اینجوری بدوزه بذاره تو جیبش ببره. رو منطقه دیگه. چقدر هم جدی بازی میکنن، کلی هم لایک میخوره. فکر نکن حالا همه دارن بهشون میخندن، کلی لایک میخوره. اینستا اینه، اینستاگرام اینه دیگه. نیازی نیست اصلا شما برین تو اینستا بچرخین، ما براتون این پوستراشون رو میذاریم. تو آدم خوبی هستی، چرا آسیب دیدی؟ چرا آسیب دیدی؟ تو منو خوب میبینی؟ آره. از چه نظر؟ توضیح دادن سخته، فقط میتونم انسانیت حالیته، حلال و حرام حالیته. یکی آسیب ببینه تو دردت میگیره. شبیه زندایی امینه‌زاده. فکر کنم همه اینا کافیه. تو لطف داری، من برای همه اینجوریم. یا به قول تو روک بگو انقدر خوبم. این بده. بگو آسیب نیدم. نه بد تو خودم نیست. ریدم اون که قدر خوبی میدونست همیشه کنارم میمونه. اونی هم که ندونست یه روز واسه تمام خوبیام دلش تنگ میشه. چونی های دور و اطرافتون رو خوب بشناسید. ببین نمیتونه صحبت کنه آقا، نمیتونه صحبت کنه. چند تا تتو میذارن رو دستش مثلا جذاب شن. شما دخترم یه سریاتون مثلا عاشق این تتوهای پسرها این دیگه. پس هر کی تتو داره فکر نکنین خفن و خیلی سکسی. حالا ما هم احتمالاً میریم تتو بزنیم سکسی بشیم، ولی واسه دل خودمون، برای اینکه ناز سرین و اینا بخوایم تور کنیم نه. ما کلا لنگنگی چی کم داریم واقعا که بخوایم خودمون رو خفن تر کنیم. ما همین که مغزمون از بقیه جلوتره خودش یه روان مثبته. جدی جدی دارم میگم، اصلا اینستا رو ما رو اندازی کردیم دیگه بیش از حد شد واقعا. نه آقا محتوای اینستا رو ما واقعا داریم وایرال میکنیم. از اون که تو کت زنت بگیر تا این بهمن و اون کسکم و کسکم هم که بیشترش رو ما چند سال پیش میذاشتیم. این میگو از ترس کونت دکتر دراکولای اومد و از ترس کونت، بعد دوباره جدیدن این کسکم آوردیم تو ویدیوهامون دوباره تو اینستا پر شد این کسکم. نمیدونم واقعا آقا دیگه ما چیکار کنیم. هر کاری میکنیم تهش میگن که اودیپای بیادبه. آقا ما واقعا الگوییم، خودش الگوییم. بریم بعدی دیگه، خیلی از خودمون تعریف نکنیم. کی تهران زلزله میاد؟ خودم میخوام بدونم جواب آزمایشم چیه. جواب آزمایشتون مثبته، یعنی مبتلا به HIV هستین. اینقدر میدونم خیلی سخته جنده کرده ایدز گرفت. چی سخته؟ اینکه به خاطر یه اتفاق کوچیک و مسخره زندگی تموم. شاید هم چونه پسر کرده. اینکه به خاطر یه معتاد درگیر میشی باهاش، اونم اتفاقی یکی از سوزنهایی تو دستش میره تو بدنت. اوزیر تا چه مدت زنده؟ متاسفانه انقدر قدرت ویروسی که به بدنت کرده انتقال پیدا یه... کرده قویه پسر که 4 تا 5 ماه زنده. اب نداره، ایدز گرفته دریوز داره میگه. نویسنده اون بالاییه، ما بازیگرهای فیلم تراژدیشی. سوزن رفته تو، سوزن تو کونه رفته، سوزن گوشتی، سوزن گوشتی رفته تو کونه. به به چی شد؟ هیچ بریم، هیچ بریم. سلام، این گوشی چشه؟ بیا آسان درستش کن پدر. الان آسان اینجوری درستش میکنم تا دو عمرت نگیدی. گوشی خراب نکنی. نه بابا الان واسه اینجوری گوشی واسه درست میکنم تا دو عمرت نگیدی. یا خدا چیکار کنه بسه؟ چیکار کردم مگه؟
دفعه دیگه دستت بخوره ماشین خواهی چیکار کنی؟ میخوام چیکار کنم؟ آره باشه هم بکنم. 20 میلیون واسه تو بپر تو ماشین. اون دختره 1 میلیون هم نمیارزه. باجا من چه فکری کردی؟ تو که شنیدی جوابشو؟ راتو بکش برو الان میگه پسر نمی کنی. روزی 20 میلیون. روزی بس چی؟ شنیدم دختره آلفا رومئو خیلی دوست دارن، اونم سفیدش. نظرت چیه؟ اسکی خارجی هست. تو ساکت شو بایست سوال نشو. زن تو دوست دختر تو بلنگه. خواستم یه چیزی بهت بگم، همه چیز توی اینجا میشه خرید، حتی عشق. دنیای گویه، شباش طولانی، زناش پول فرست و مرداش تو خالی. پوشکم پخ شد. کسی که پوشک کش کنه مشخصه عقلش میره تو. بدش کن آقا، بدش کن. این کلیپ در اصل اسکر روی خارجی بود کاملش. اون مثل اینکه میگفت روزی 500 دلار، بعد این گفت روزی 20 میلیون. تو مثلا فرض کن روزی 20 میلیون، یعنی تو ما دنگایت تو میخوای 600 میلیون به این دختره پول بدی؟ تو عقل میگنجی اصلا؟ تو اگه همچین پولایی داشتی این ماشین رو سوار نمیشدی. یه موی بزنم کف کنی. امروز آبجیو دیدم داشت سوار شاسی بلند میشد. با بازم که داری خوشتیپ میکنی؟ آبجیو جنده تو من. تو که خوشتیپ در کردی؟ کجا بودی؟ شادب شلوب. خونه دوستم بودم داداش. رفت داده تو ماشین. فکر کردی من احمقم؟ دوره در همسایه آبرومونه نبر. فردا نمیگم مشکل از خواهرشه، میگن دعاششون بیغیرته. انگه بی غیرتی رو ما نذار. مگه چیکار کردم که منو میزنی؟ منظورت چیه؟ اون پسره کیه؟ همونی که شاسی داره. قراره بیاد خواستگاریم. قول ازدواج داده داداش. وای وای زهرا، گول همچین آدما رو نخور. من همجنسای خودم رو میشناسم. اگه تو رو میخواست دست پدر مادرش رو میگرفت میومد خواستگاریت. حق با تو داداش. درسته یه چک زدی به هم، ولی همین چک چشامو وا کرد و آگاهم کرد. اون اگه منو میخواست مثل یه مرد میومد خواستگاری، نه که این همه مدت بازی بده. چه خوبه که هستی داداش. کاش همه برادرها مثل تو بود. کی بده بایی نباید به خنده میگرفتی. حالا چرا دست بلند کردی روش؟ پسر غیرت داشتن دست بلند کردن رو آبجیت نیست. یعنی اینکه کلن در کل نذاری کسی اذیتش کنه. نباید چک میخوامون تو زیر گوشش. درست میگم؟ که این تهران زلزله میاد. خانم این کیفت اونجا مونده بود تو ماشین. آره آقا مرسی، خیلی ممنونم. آقا آقا برد شد اونیه ماره نمیدی؟ اینم بوجه یه کس بده بهت میخوره دست دل بزر از این حرفا باشی. منظورت چیه؟ متوجه نشدم. بیدیم چیه؟ قیافت میخوره اهل دل باشی. این مجیگونی هم بذار تو کیفت، یه جور دیگه جبران کن. اوکی پس برو یه جای خلوت. بابا چه شب سوخت. غلط کردم، اشتباه کردم. چه فکری کردی؟ شبیه ساشا سوپا. شما مرد خیال کردی هر کی تو این جامعه تیپ میزنه آرایش میکنه هرزه است؟ اصلا شما برای دل خودش آرایش کرده، به این فکر نکردی که ممکنه غرورش بشکنه؟ امثال شما تو این جامعه باعث میشین ما زنش ارزشی نداشته باشیم، ولی این ذهنیت شماست. ما زنا ارزشمون خیلی باست. چه تیپی زدی تو هر میگیری که چی میگم؟ شبیه ارتشی ها تیپ زدید انگاهیده. تیپ زدیم و آرایش کردیم چیه دیگه؟ کیه که فکر میکنه تو هرزه و سکسی هستی؟ تو رو پلیس تو خیابون ببینه میگیرده به جرم اینکه لباسشون رو تنت کردی، لباس ارتش تنت کردی. بعد اون به ذره شخ کرده بود براش، برای این بابا حداقل یه کفش پاشنه بلندی، عینک آفتابی، مامو رو مثلا مینداختی بیرون. اون وقت اون میتونستیم بگیم که آره یه جنده. نمیفهمم واقعا نمیفهمم منطق اینا رو. ایران داره به کجا میره؟ کی تهران زلزله میاد؟ کی خاک کاسته میزنی باهات؟ دوستتون دارم رفقا، امیدوارم که لذت داره باشه از این ویدیو. از زیرکی بادم امیدوارم خوشتون اومده باشه. تا ویدیوهای بعدی میبینمتون. ویدیو دیگه خیلی طولانی شد، ما صحبت نمیکنیم دیگه زیاد تهش. میبینمتون فعلا. پیس.